نگران اصلاحات جزئی کاردانو نباشید. در سال گذشته همواره شاهد این بودیم که کاردانو به عنوان پروژه‌های فعال و بسیار پرطرفدار بوده و اعضای جامعه ارزهای دیجیتال بارها اون رو مورد بحث قرار دادن و تیم توسعه دهندگان اون هم بسیار برای پیشرفت اون تلاش کردند. با گذشت ماه‌های ابتدایی سال 2022 همچنان وضعیت کاردانو به عقیده تحلیلگران بسیار خوب و ایده‌آله. داده‌ها بیانگر اینه که ارزش تمامی دارایی‌های بلوکه شده در بلاکچین کاردانو در طی بازی زمانی تنها چند هفته چیزی حدود 200 میلیون دلار افزایش داشته و بر اساس بیانات تحلیلگران انتظار میره که با به وجود اومدن راه حل‌ها و برنامه‌های غیر متمرکز نوین و تازه نفس در بستر کاردانو این رقم بیان شده حتی بیشتر هم بشه. امروز در این ویدیو قصد داریم راجع به اینکه آیا باید در رابطه با اصلاحات جزئی که در کاردانو در حال رخ دادن نگران باشیم یا نه صحبت کنیم. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده یه ویدیوی ما هستید. سابسکرایب چنل یادتون نره و واسه این که از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید رو اون زنگوله یه کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسه همون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروز. بر اساس اونچه در گزارش سایت AMB کریپتو بیان شده، پروژه‌های بسیاری به جهت راه‌اندازی در شبکه و بستر کاردانو در طی مدت زمان 3 تا 6 ماه آینده برنامه‌ریزی شدند که از جمله با اهمیت‌ترین اونها می‌بایست به استیبل کوین‌ها، دارایی‌های رفت شده، صرافی‌های غیر متمرکز جدید و غیره اشاره کرد. در این بین تیم کاردانو هم به صورت مداوم بر روی بیشتر کردن توان عملیاتی این شبکه در حال کاره. به لحاظ تکنیکال هم ارز دیجیتال کاردانو یا آدا در این روزها موقعیت خوب و مناسبی رو دارست. علاوه بر تمامی این موضوعات، هولدرهای آدا هم بر اساس داده ها دارای موقعیت خوبی هستند و با توجه به رالی اخیر تونستن سود معقولی را کسب کنند. با توجه به داده های ارائه شده از سوی پلتفرم سنتیمنت نسبت سود به زیان واقعی شبکه چیزی تقریبا 146 هزار دلاره که علارغم کاهش و افت 75% این ارز دیجیتال از اوج تاریخی خودش بیانگر نوعی بازار سالم برای این پروژه است. همچنین علاوه بر تمامی موضوعاتی که پیشتر به اونها اشاره شد، شاخص شبکه‌های اجتماعی کاردانو هم در حال تلاشه تا از کمترین سطح خودش در طی بازه زمانی 1.5 گذشته بهبود پیدا کنه که بیانگر گفتگوها و بحث‌های آنلاین بیشتر در رابطه با این پروژه و ارز دیجیتال اونه. تحلیلگران معتقدن که این موضوع رو میشه به محصولات جدید بیشماری که قراره در بستر این شبکه راه اندازی بشن نسبت داد. در این میان اما میبایست ذکر کنیم که همه چیز به نفع گاوها نیست. داده هایی که از سوی پلتفرم سنتیمنت در چند روز گذشته منتشر شده سیگنال های فروش رو نشون میدن که بزرگترین و بیشترین اون در روز 3 آوریل مشاهده شده. این موضوع تونست ترس رو در دل کاربران راجع به افت عملکرد این رمز ارز در کوتاه مدت ایجاد کنه. اما همچنان با تمامی این موضوعات به صورت کلی اوضاع پیش روی کاردانو نسبتاً صعودی به نظر میاد و با توجه به اون چه تحلیلگران مدعی شدن بعد از سقوط چشمگیر این رمز ارز از اوج تاریخی ثبت شدهش، این اصلاحات جزئی و کوچیک کاملاً قابل انتظار هستند و تاثیرگذاری چندانی بر روند کلی و صعودی کاردانو نخواهند گذاشت. حالا میخواییم نظر شما رو بدونیم. نظر شما راجع به روند کنونی کاردانو و اصلاحات جزئیش چیه؟ فکر می‌کنید این اصلاحات تا چه اندازه بر روند کاردانو در بازار و آینده اون تأثیر بذاره؟
لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.